19 شهریور ماه 1395 خورشیدی و 9 سپتامبر 2016 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میپردازیم به لومپنها و لاتها و جاهلها در تاریخ معاصر ایران، مشخصا در بعد از انقلاب 57. البته خب اول یه نمونه طرز برخورد و صحبت کردن یه فرمانده دسته های شبه نظامی حکومت رو ببینیم. برگردیم، صحبت های شاه رو که میذارید فقط صحبت ها شاید گوش بدید، به یکی بگی که آقا این صحبت ها مال کیه، میگن که مال یکی از این مسئولینه. یعنی نعل به نعل صحبت ها در رسیدن به دروازه تمدن، برای جهش، برای کوشش، برای کشاورزی، برای پلان. باور کن قوی تر از اینا صحبت میکنه. چه نوشتیم مگه آقا انقلاب کنیم؟ نفوذی که حضرت آقا میفرماید راجع به مریخی هایی صحبت نمی کنی که میخوان بیان. نگاه کنی الان تو جیبت، همین الان دقیق نگاه کنی با یه ذره بین خواست تو جیبت هست. چجوری بگم، هر کسی تو هر اداره و هر نهادی هست یه خود چپ و راستش نگاه میکنه، ببین حتی اینی که دو برابر منم ریش داره با تو نیست، نونه رو فقط داره میخوره. خب این طرز صحبت کردن و اینجور تلاش برای شلوغ کردن با تکیه به پیشوا و رهبر، هیچ جای تاریخ معاصر تو هیچ کشوری چیزی به اسم دسته های حزب اللهی سازمان یافته و چماقدار و مسلح وجود نداره. حالا حزب اللهیش تو ایران، این دسته های سازمان یافته شبه نظامی در واقع تنها نمونه هایی که ثبت تاریخی شده، غیر از همون چند روز کودتای 28 مرداد تو ایران، 28 مرداد سال 32، چند روز هم انصافا بیشتر نبود، تو ایتالیای فاشیسته دهه 20 و 30 قرن 20. بسیجیای احزاب فاشیست و حکومت فاشیست، اینا دقیقاً اسمشون این بود، شبه نظامیان داوطلب برای امنیت ملی، معروف بودن به پیرانسیاها. عکسی که دیدین همین کارهایی رو علیه مردم میکردن پیرانسیاها تو ایتالیای فاشیست موسولینی که تو ایران امروز لباس شخصی ها میکنن، همین کارها دیگه. من توضیح نمیدم، همتون میدونین دیگه. این گروه از کی تشکیل شدن، کیا تشکیلشون دادن، چه استفاده هایی ازشون میشه، کی سیاسی شدن این گروه ها، اصلا سیاسی هستن یا فقط چماغکش و چاقوکش حکومتن. اینا موضوعی است که امشب بهش میپردازیم. آقای دکتر مسعود نقره‌کار که تازه کتاب زنگی های گود قدرت، نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران، از ایشون منتشر شده و حاصل تحقیق ارزنده است در این باره. این کتابو که من یه توضیح کوتاهی بدم درباره این کتاب، 520 صفحه کتاب، در آخر کتاب یک تعدادی عکس هایی که هست، حدود 40 صفحه از این کتاب عکس زنگی های گود قدرت به اصطلاح، و این کتاب و اینم قسمت عکساش، به هر حال توضیح مفصل و جامع و ارزنده است از این برنامه. این گوشی دکتر نقره‌کار کار نمی کرد، این برنامه اعصاب ما رو به هم ریخت اصلا این وضعیت. الان بالاخره این آقایی که در استودیو کار میکنه اومد این گوشی دکتر نقره‌کار رو درست کرد. دکتر جان خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. البته هنوز درست نشده. سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون، خوشحالم با شما هستم. درود بر شما. ببینید آقای دکتر، خیلی خیلی موضوع به هر حال اهمیت داره به دلیل وضعیت امروز شبه نظامیان، بسیج، بخشی از سپاه، حزب الله یا به طور کلی وابستگان به اصطلاح به قول سعید قاسمی که الان پخش کردیم کف خیابون بیت رهبر، اینا همه همین دسته های شبه نظامی، حالا بهشون بگیم حزب اللهی هستن یا چماغکش هستن به هر حال، و مسلح که حالا خواهیم دید که اینها از زمان دهه 30 در واقع مسلح بودن، بدون اینکه گروه های رسمی باشن مثل فدایان اسلام که حالا صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیزی بگین چرا برای اینجور گروه ها و
و اینجور افراد ترم یا اصطلاح جاهل ها و لات ها رو انتخاب کردین، سال هاست در این باره می نویسین با تمرکز به همین اصطلاح جاهل ها و لات ها برای کل این جماعت وابسته به قدرت در واقع هم میشه. خواهش میکنم ببینید، معذرت میخوام، در مورد جاهل ها و لات ها ما در فرهنگ های فارسی و در لغتنامه ها تعاریف خاصی داریم. حتما دیدید که جاهل ها رو افرادی کم عقل، کم تعقل که نادان تعریف کردند که از روی تعقل رفتار نمی کنند، و همینطور لات ها رو اشخاصی معنا کردند که در واقع بی سر و پا، فقیر و بی نزاکت. این تعاریف تعاریف فرهنگ نامه است در فرهنگ های فارسی. اما آنچه که در جامعه ما به طور واقعی در طی این 70-80 سال اخیر شاهدش بودیم، جاهل ها و لات ها افراد و گروه اجتماعی هستند که ممکن است آن ویژگی هایی که در فرهنگ های فارسی در رابطه با اونها مطرح شده تا حدودی صدق بکنه، اما واقعیتش اونها افرادی هستن با ویژگی های روانی و رفتاری خاص و نقش های اجتماعی ویژه که نمیتواند منطبق باشد با اون تعاریف فرهنگ فارسی. به همین خاطر، البته میدونید در مورد جاهل ها و لات ها نسبت های زیادی دادن، در کتاب هست، شاید نزدیک به 20 نسبت و صفت به این افراد میدن، ولی به گمان من آنچه که در جامعه ما تجربه شد و تجربه میشه، کلمه جاهل ها و لات ها در مورد اینها صادق تر هست، با آنچه که در فرهنگ فارسی هست متفاوته. همونطور که عرض کردم، شخصیت روانی و رفتاری اینها معرف اینها هست و اون نقش های اجتماعی و سیاسی که ایفا کردن، که حالا اگر فرصت بل. شد من خب حالا ما با همین اصطلاحی که شما گذاشتین پیش میریم، به هر حال یه معنای مشترکی است برای صحبتمون. ببینید، صفحه 76 کتاب یک توضیحی نوشتین که مربوط به دوره صفوی است. نوشتین دوره صفوی دوره شکلگیری گروه های اجتماعی لوتی ها و پدیده لوتیگری بود. بعد نقل قولی هست از حسن قاضی مرادی، تأملی بر عقب ماندگی ما، نشر اختران، سال 82. مرشد کامل بودن از مؤلفه های قدرت شاهان صفوی بود. مرشد کامل بودن خیلی نکته مهمیه که در ادامه نوشتین که همین ویژگی سبب تقویت مناسبات سلطان رعیت، امام امت و مرید و مراد میشد که مؤلفه های اساسی فرهنگ سیاسی سنتی در ایران بودن. ببینین، سوال مشخصم اینه، من اینو خوندم تا یه مقدار ذهن آشنا بشه اول با این ماجرای صفویه و رابطش با لوتیا و حالا لات ها و جاهل ها، که برسیم به این نکته که این جوری که از تو کتاب من دریافتم و خب شما هم نقل کردین از کتاب های دیگری که تحقیق کردن در این زمینه، پدیدم طور که خوندم پدیده لات ها و جاهل ها شکل گیریش مال دوره صفوی است. حالا اصلا من نمیخوام بریم روی مثلا فرض کنید تک تک آدم های نمیدونم پوری های ولی رو مثلا صحبت کنیم، فلان میکنیم، ببینیم آیا اون بوده یا نبوده، اصلا نمیخوایم بریم، چون پیوندی مستقیم ممکنه با سیاست داشته باشن نداشته باشن. بحثمون بر سر اینه که در صفوی اگر که اینها شکل گرفتن، در واقع هویت پیدا کردن در حقیقت به عنوان جمع های لات و لوت، خلاصه اینها آیا تصادفی است که حکومت شیعه هم در واقع در دوره صفوی شکل میگیره؟ اینا با هم در یک زمان در واقع وجود میان، چه تکیه‌ای به هم دارن و چه به اصطلاح همامیزی دارن؟ تصادفیه یا نه؟ خواهش. ببینید، اون چی که من مطرح کردم گروه اجتماعی لوتی ها هست. لوتی ها با جاهل ها و لات ها به گمان من فرق میکنن. جاهل ها و لات ها محصول در واقع یه دوران معینی هستن تو جامعه ما، به ویژه از دوران پهلوی، آغاز دوران پهلوی به این سمت، با توجه به تغییرات اقتصادی اجتماعی و اصلاحات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما، گروه اجتماعی لوتی ها که در دوران صفویه و به ویژه در دوره قاجاریه پا گرفتن، اینها با این تغییرات اقتصادی اجتماعی تغییر میکنن و تبدیل میشن به گروه جاهل ها و لات ها. این گروه ها با هم تفاوت هایی دارن. ما گروه های اجتماعی مشابه اینها در تاریخ خودمون داشتیم
که در واقع ویژگی هایی مثل یک نخ تسبیح اینها رو به هم متصل می کرده. جاهل ها و لات ها با لوتی ها، لوتی ها با عیاران، با پهلوانان، با جوانمردان، یه ویژگی هایی با هم داشتن. منتها گروه های لوتی ها فقط خاصه دوران های صفویه و قاجاریه بودن. جاهل ها و لات ها دوران بعد در واقع از دگردیسی اون جریان ها شکل می گیرن، یه ویژگی های تازه‌ای پیدا می کنن. در مورد رابطه اینها با امر تشیع، خب دیگه پس بنابراین همشون همین. میخواستم ببینم که میشود گفت که ریشه اینا در واقع تشیع و حکومت شیعه است. ببینید تمام این جریان ها حتی قبل از حمله اعراب به ایران تشکل های مشابه یا برخی ها نهاد نام دادن یا گروه ها، اینها همیشه نزدیک به کانون های دینی بودن به خاطر ویژگی هایی که داشتن. خود لوتی ها و جاهل ها و لات ها ویژگیاشون چیان که میگن به خاطر ویژگی هایی که داشتن نزدیک به کانون های دینی؟ ببینید برای نمونه تشیع رو عرض بکنم. ببینید تشیع ویژگی هایی درش هست مثل خشونت، پرخاشگری، اینکه آدم در واقع اهل تشیع با فصل الخطاب بودن و همین رابطه امت و امام بودن، یه ویژگی های این گونه ای در تشیع هست. این ویژگی ها در شخصیت لوتی ها و بعد جاهل ها و لات ها هم به عنوان عناصر شخصیتی این هاست. این همانی و انپوشانی شخصیت جاهل ها و لات ها با ویژگی های این مذهب باعث میشه که اینها به هم نزدیک بشن. نزدیکی جاهل ها و لات ها و یا مذهبی بودنشون با تشیع و مذهبی ها و آخوندها و به طور کلی آخوندیسم به این خاطره که ویژگی های شخصیتی جاهل ها و لات ها، اون قلدرمنشی، پرخاشگری، پرخاشجویی، نمیدونم حرف فقط حرف من، اینها در شما در تشیع این ویژگی ها رو میبینید، حتی در قدرت های سیاسی مثل قدرت های پادشاهی. اینو در تشیع آدم حالا نمیخوایم بحث به اصطلاح چی بگم بحث تشیع رو بکنیم، در واقع اینو در تشیع میبینیم یا در واقع قدرت خواهی و سلطه جویی؟ میدونین چون یک نفر شیعه ممکنه اعتراض بکنه، بگی که آقا چرا میگی شیعه پرخاشگر چرا از کجا آوردی اینو؟ میدونی این آیا بیشتر توی میگم سلطه جویی است؟ ببینین یکی حالا اینو جواب بدین تا من برم روی. ببینید چون صحبت مذهب و تشیع شد من اینو عرض کردم، جاهل ها و لات ها تمایلشون به قدرت هست به خاطر اون شخصیت ناپایدار و شناورشون. این قدرت میتونه قدرت سیاسی باشه، کما اینکه جاهل ها و لات ها جذب تمام رژیم های پادشاهی بودن و قدرت دینی و نه فقط قدرت یعنی سیاسی و قدرت دینی که تشیع رو مثال زدیم از قدرت دینی، حتی قدرت های کوچکتر، قدرت های مخالف قدرت های دینی و سیاسی هم تونستن جاهل ها و لات ها رو به خاطر این ویژگی هاشون جذب کنن. بحث قدرت است. این میتواند قدرت سیاسی باشد، قدرت مذهبی و دینی باشد. به همین خاطر فقط نمیشه امر تشیع رو در نظر داشت. و اینکه این خوی قدرتگرا در جاهل ها و لات ها، این همونطوری که عرض کردم منطبق میشه، اینها رو در واقع جاذبه ای ایجاد میکنه در اینها برای نزدیک شدن به قدرت، برای اینکه قدرت به اینها هویت میده، اینها رو از بیوزنی اجتماعی میاره بیرون. اون قدرت میتونه قدرت سیاسی باشه، قدرت مذهبی باشه و قدرت های دیگه. ببینین دو قسمتش بکنیم، یکی اینکه پایه های اقتصادی و طبقاتی جاهل ها و لات ها هم خواستگاه اجتماعیشون در واقع از کجا میان علل عموم، و هم وابستگیشون به قدرت، آیا به قدرت سیاسی یا اشاره شما کردین یا به قدرت های اقتصادی هم میتونه باشه، یعنی طرف فقط پولدار باشه، نوچه پروری مثلا به دلیل پولش بکنه. خواهش کاملا همینطوره. ما برای نمونه شما حتی ممکنه یک کت خدا در یک دهی حالا یا یک افسر حتی به خاطر همون قدرت پلیس، حتی به خاطر اون قدرت محدودی که داره بتونه برای اینها یک جاذبه ای داشته باشه به نزدیک شدن به اون قدرت. این قدرت میتونه برای قدرت بزرگ سیاسی یا دینی و یا مخالف اونها نباشه. بنابراین یه بخشیش برمیگرده به این خصلت، به همین ویژگی که من عرض کردم. واقعیتش جاهل ها و لات ها شخصیتا ما دیدیم
اون ویژگیشون، اون ویژگی شخصیتیشون این جاذبه رو هم در اینا ایجاد میکنه. قدرت‌های سیاسی هم این ضعف و شاید بشه گفت این ویژگی رو فهمیدن از اینا استفاده میکنن، که حالا میشه به طور مشخص مثلا آقای شعبان جعفری رو بعدم مثال زد. اما در مورد پایگاه اقتصادی اجتماعی اینها جاهل ها و لاتا، همون تفاوت که در تعریف من عرض کردم که با تعریف‌های فرهنگی نمیخونه، اینها در جامعه ما از هنگام شکل‌گیری و اون دیگر دیستی که عرض کردم در بخش خدمات اقتصادی فعال بودند. شما جاهل‌ها و لاتا را در نظر بگیرید، می‌بینید در میادین فروش ارزاق عمومی، حالا سبزیجات و هر چی، یا در خدمات بخش‌های خدماتی دیگه، اینها شاغل بودن اکثراً. در بخش خدمات اقتصاد شاغل بودن و پایگاه در واقع میشه گفت طبقاتی اینها رو خب به تعبیری لایه‌های پایینی خرده بورژوازی تعریف کردن، چون اینها بیشترشون بخششون البته از مهاجرانی بودن که از شهرستان‌ها به شهرهای بزرگ مهاجرت کردن و در حاشیه شهرها زندگی میکردن، بخششون البته. بنابراین در یک تعریف طبقاتی برخی اینها رو در لایه‌های پایینی طبقه متوسط در نظر میگیرن و خواستگاه طبقاتی اونها رو ببینید. وقتی جلوتر میایم دوره، من رجوع میکنم همینجوری به قسمت‌های مهمی از کتاب، از جمله ماجرای مشروطه و مشروعه. مشروع خواهان در واقع که به غلط در میگم به غلط، برای اینکه حرف من نیست، حرف تاریخی، که مثلا شیخ فضل الله نوری رو مشروطه خواه مثلا جمهوری اسلامی و سیمای جمهوری اسلامی مدام معرفی میکنه، در حالی که خب پس مشروع خواه کی بود؟ بودن دیگه این مشروع خواه. حالا در بحثی هم که شما میکنید در کتاب، مشروع خواهان با لات ها ارتباط نزدیکی داشتن. این یه توضیح خواهش میکنم بدین، میخوام برسونیمش به ببینید روحانیت اصلا به طور کلی با جاهل ها و لات ها در همین 70-80 ساله اخیر رابطه بسیار نزدیکی داشته. البته معناش این نیست فقط با روحانیت، میدونیم که با قدرت های سیاسی و رژیم پهلوی هم این نزدیکی وجود داشته. دلیل نزدیکی اینها هم به خاطر پایگاه طبقاتیشونه، خیلی به هم نزدیک هستن، و هم در واقع اون خواستگاه اجتماعی جاهل ها و لات ها با روحانیون، که اینها هم نزدیک بودن، چه زیستگاه اینها، چه محل کسب اینها. فلواقع همونطوری که عرض کردم، جاهل ها و لات ها در بخش خدمات به ویژه مشاغلی مثل مشاغلی که در بازار، بخش تجارت بوده، اینها رو نزدیک میکرد در واقع به روحانیون، چون روحانیون هم به بخش تجاری و همینطور بازار بسیار نزدیک بودن، حتی از اون دوره مشروع خواهان. بنابراین یک ویژگی اقتصادی شاید بشه گفت و تجاری اینها رو به هم نزدیک میکنه در این حوزه، و همینطور از نظر اون ویژگی های روانی که عرض کردم، جاهل ها و لات ها اکثرا مذهبی بودن، مذهب برای اونها یه تکیه‌گاهی بود، نه تنها به خاطر اون کیش شخصیتشون و اون تمایلشون به شخصیت‌های کاریزما، چون این تیپای جاهل ها و لات ها این گونه بودن، بلکه یک تکیه‌گاهی بود برای اینکه بتوانند با اون اعمالی رو که به هر حال خودشون هم خلاف می‌دونستان، در واقع با توبه کردن نزدیک شدن به چه نقشی داشتن توی مخالفت خاش. یعنی پیش برد مخالفت مشروع خواهان علیه مشروط طلبان، نقش‌های متفاوت تو دورهای متفاوت داشتن. یعنی شما فرض کنید که اگر راه دور نریم، مجلس 16 رو در نظر بگیرید، می‌بینید که فدایان اسلام که به هر حال دنباله همون دنبالچه‌های فضل الله نوری بودن، می‌بینیم که اونجا نقش بسیار زیادی اینها ایفا می‌کنن برای اینکه بتونن در مقابل مشروطه‌خواهان بایستن. همینطور در مجلس 17 بعد در مجلس 18 ما می‌بینیم تمام این جاهل‌ها و لات‌هایی که منشأشون فدایان اسلام بودن و حاج مهدی عراقی در واقع یکی از سازمانگراشون، اینها همیشه مخالف با مشروطه بودن، به دلایلی که می‌دونیم همیشه مشروع خواهان و مشروط خواهان چه تضادها و چه تناقضهایی داشتن در افکار و رفتارشون نسبت به هم. اینه که ما خیلی روشن اگر بخوایم در یک تشکل ببینیم، خود برخورد فدایان اسلام و با مشروط خواهان، و همینطور جلوتر بیایم با مصدق و یا جلوتر
خواهیم دید که اینها چه نقشی ایفا میکردن و چه تلاشی میکردن که مشروطه در واقع نتواند در این جامعه شکل بگیره. ببینید اجازه بفرمایید که یک کجا هستم من؟ خب اجازه بفرمایید که یک ویدیوی ببینیم از در ارتباط با فدایان اسلام مال سال 1363. آیت الله خامنه ای دارد درباره فدایان اسلام و مشخصا نواب صفوی رهبر فدایان اسلام صحبت میکنه. ببینیم این ویدیو رو، برگردیم ادامه بحث رو بگیریم. مشهد یک سر طلاب مشهد تحت تاثیر نواب قرار گرفتن، از جمله خود من. من میتوانم بگم که اون عنصری که در روح من و در ذهن من یک هیجان سیاسی انقلابی و یک حالت علاقه به مبارزه برای خدا و برای اسلام رو اول بار به وجود آورد مرحوم نواب صفوی بود و سخنرانی های او. ایشون یک بار اونطور که من یادمه مرحوم نواب با یارانش آمدن مدرسه سلیمان خان که من اون وقت مدرسه سلیمان خان بودم، طلبه سلیمان خان بودم، در اول طلبگی من بود و به عنوان بازدید طلاب، چون در محلی به نام مهدیه که مال انجمن پیروان قرآن بود و آقای عابدزاده مرد فعال و مبارز اون روز کارگردان اون مهدیه بود، اون انجمن بود، ازشون پذیرایی کرد و مهمانداری کرد و اینها هم مسلح بودن، یعنی نواب و یارانش همه مسلح بودن با سلاح، بنابراین باید مال پیش از 28 مرداد باشه قاعدتا این قرائن. بله فکر می‌کنم سال 32 مثلا 31 32 بود. عرض کنم که از اینها پذیرایی می‌کرد و طبقات مختلف مردم دیدن اینها رفتن اجتماعات بزرگی تشکیل دادن. ایشون هم بازدید گروه‌های مختلف می‌رفت، از جمله طلاب مدرسه سلیمان خان از جمله کسانی بودن که ایشون بازدید کرد، آمد اون روز در اون مدرسه و من بچه طلبه‌ای بودم یادمه. ببینید دو نکته اینجا هست که از آقای خامنه‌ای بگم. یکی این که گفت اینها مسلح بودن در بیرون راه می‌رفتن. چجوری میشه در کشوری که حمل اسلحه جرم، شما مسلح باشین هم ببینن همه؟ حالا ممکنه طرف نگرفته باشه دستش تو خیابون، ولی همین آقای خامنه ای امسال هم که خودش میگه با بچه بودیم اون موقع میدیدن میدونستن که مسلحن اینا دیگه. چجوری میشه یه همچین چیزی؟ آیا اینا مثلا دوزای سرگردنه بودن که میمدن این دفعه یه جا رو غارت میکردن میرفتن کسی نمیتونست بگیرتشون، یا اینکه نه مثلا نواب صفوی و امثال هم راه میافتادن محترمانه در خیابون اسلحه هم داشتن و کسی هم کاری بهشون نداشت؟ چرا؟ این دیگه سخن آقای خامنه‌ای است. یک نکته این، و نکته دوم این که این حالتی که آقای خامنه‌ای تعریف میکرد از جناب نواب صفوی که اگر فرصت بکنین این ویدیو رو ببینین، چنان با هیجان دقیقا حالت مریدی از مرادش داره یاد میکنه، صحبت میکنه از نواب صفوی توی این ویدیو که آدم دقیقا یه جورایی به هر حال نتیجه میگیره که این حالت مرید مرادی یه حالت تأثیرپذیری غیر واقعی هست بین آدم ها. برای کسایی که تو این نهله ها نیستن قابل هضم نیست، قابل درک نیست حتی چون این چیزی. به هر حال ببینید آقای دکتر نقلکار، یک نکته همین در ارتباط با مسئله حمله اسلحه که عرض کردم، چون داشتین درباره نواب صفوی و فدایان اسلام صحبت می‌کردین این ویدیو رو گذاشتیم که بتونیم این نتیجه رو بگیریم. اولا اینا چجوری اسلحه حمل می‌کردن در حالی که اعدام شدن اینا؟ مثلا سال 33 نواب صفوی اعدام شد. واقعیت این هست، آنچه که ثبت شده رژیم پهلوی با اینها مماشات می‌کرده. شما موقعی که ترور کسروی انجام میشه میبینید که چگونه اینها بعد از یه مدتی آزاد میشن، و یا حتی در برخی از ترورها و جنایاتی که اینها مرتکب میشن در واقع رژیم پهلوی چشم‌پوشی میکنه، همون آزادی خلیل طهماسبی شما در نظر بگیرید.
یعنی رژیم که بعد آیت الله کاشانی دست می‌کشه سرش. بله رژیم پهلوی به نوعی با اینها کنار می اومده ابتدا، دلیلش هم این بوده که اینها رو وزنه ای می دیده در مقابل جریان‌های چپ، در مقابل کمونیستا به قول خودش و جریان‌های ملی و مترقی، فکر می‌کرده اینها در واقع عواملی هستند می‌توانند به کمک اینها جلوی اونها رو بگیرن. چرا فدایان اسلام شما می‌ذارید سرمنشأ، تو صحبت قبل از این ویدیو گفتین در واقع سرمنشأ یه سری جریان‌های لات و لوت مربوط به دسته‌های عزاداری و آخوندها و فلان؟ خب یه نکته‌ای رو آیا خودشون جزء جالا لاتا بودن؟ ببینید یه نکته‌ای که اشاره کردی راجع به نواب صفوی، من بد نیست اشاره بکنم که این حکومت فلواقع تا حدودی ادامه دهنده اون راست. حتی بعضی از نوشته های خود آقای نواب رو میگن پلتفرمی است که خمینی از اونها استفاده کرد برای اینکه بتونه، یعنی این رابطه مرید و مرادی رو که تو این مسئله گفتید، واقعا اینها اون شیفتگی رو به نواب داشتن و این به طور واقعی نه فقط آیت الله خامنه ای، حتی آیت الله طالقانی ازش نقل قولایی است، حتی بازرگان که چه شیفتگی هایی نسبت به این شخصیت و این فرد داشتن در یک دوره هایی. اما در مورد جاهل ها و لاتا، ببینید خود نواب توصیه میکنه، این نقل قول از حاج مهدی عراقی است از کتاب خاطراتش ناگفته ها، که خود نواب میگوید ما برای پیشبرد سیاست های خودمون نیاز داریم که از اراذل و اوباش محلات به عنوان ابزار استفاده کنیم. در واقع اون بازوی مسلح این جریان همین تیپا بودن و خود حاج مهدی عراقی یک در واقع جاهل و لات به تمام معنا با همه مشخصات بود، چه زبانش چه رفتارش، این رو در خاطرات در ناگفته ها میتونید کاملا ببینید. و حاج مهدی عراقی به عنوان یکی از اعضای مرکزی فدایان اسلام وظیفه داشته برای سازماندهی جاهل ها و لاتا، که ما این رو به وضوح در خرداد 42 میبینیم که چگونه سراغ طیب میره، سراغ رمزون یخی میره و چگونه اینها رو سازمان میده. در واقع فدایان اسلام شاید نشه گفت مجموعشون یک گروه اجتماعی جاهلی و لاتی بودن، ولی اون بازوی مسلحشون و بخشیشون در واقع هم خودشون جاهل و لات بودن و هم توصیه بود که از جاهلا و لاتا برای پیشبرد اون سیاست ها و خواست های خودشون استفاده کنند. آقای نوروکار، می شود گفت که دنباله همون مسیری که از دوره در واقع مشروطیت و مشروعیت از اون موقع شروع میشه، دار دسته هایی که شیخ فضل الله نوری جمع میکنه و بعد که مشروط طلب ها رو بزنن و می زدن اینا رو، بعد میاد تا میرسه به 28 مرداد سال 32، آیا ادامه اون وضعیت در واقع همونطور که گفتین دگردیسی همون گروهان که تبدیل میشن به طیب حاج رضایی، به شعبون جعفری، حالا هر کدوم به نوعی، مثلا طیب حاج رضایی چجوری میشه که در کودتای 28 مرداد چه موضعی داره که بعدا در سال 42 میشه طرفدار آقای خمینی و اعدام میشه، بعد از اون طرف مثلا شعبون جعفری میمونه تو همون وضعیت سال 32 و تا آخرم در این حال که طرفدار شاه بوده، در این حال میگه من طرفدار، من مسلمونم، من مذهبیم، من شیعم، من طرفدار پیغمبر و ائمه هستم. ارتباط همه اینا با اسلام و با تشیع خیلی نزدیک بوده، بعضیاشون این برمان بعضیاشون اون بر میرن. سوالم این است که آیا این همون رونده؟ چرا اینا تقسیم میشن؟ یه سریشون با آخوندا میرن، یه سریشون با شاه میرن. کاملا همون رونده. شما اون سنی حضرت یا مقتدر نظام میدان توپخونه در دوره مشروطه رو، در همون شخصیت رو شما میتوانید بعدا در جاهل ها و لاتا نمونه عرض کردم البته ببینید. واقعیتش ادامه همون حرکته، ولی شرایط عوض میشه و رفتار جاهل ها و لاتا هم به گونه ای عوض میشه. و ولی دقیقاً ادامه شرایط عوض میشه، یعنی چی؟ یعنی همون اصلاحات اجتماعی اقتصادی که عرض کردم دیگه. دوره رضا شاه و دوره محمد رضا شاه جاهل ها و لاتا یه ویژگی خاصی داشتن، ولی همون سیاست ها رو پیش می بردن، یا ابزار دست قدرت سیاسی بودن یا ابزار دست روحانیت. اما این انشقاقی که شما میگید در واقع طیب
28 مرداد میگوین نقشش بیشتر از شعبان جعفری بوده در حمایت از رژیم و قدرتمندتر هم بوده، ولی شعبان جعفری به دلایل خاصی که تو مطبوعات مطرح بوده و اینها اسمش روی زبونها بیشتر بوده، ولی اینها چون منافع اقتصادی خودشون هم میدیدن، خب طیب از طرف دربار خیلی حمایت میشد، هم از نظر مالی به طور مستقیم و هم از نظر اینکه بتواند دست در اقتصاد داشته باشه. بعدها اینو از طیب میگیرن، اختلافایی که پیدا میکنه با نصیری و با رژیم، بعضی موقع نکاتی رو مطرح میکنه علیه شاه، این در واقع امتیازا رو ازش میگیرن. ولی عکس رضا شاه رو اصلا این خالکوبی کرده رو شکمش و تو دادگاه نظامی حتی اونو نشون میده برای دفاع از خودش. این دیگه متأ ببینید، ولی مخالفت خیلی جدی با رژیم پهلوی نمیکرده. به نظر من هم اعدام ایشون یکی از خطاهای محمد رضا شاه بود، برای اینکه باعث شد که خیلی از جاهلا و لاتا نزدیکتر شدن به روحانیت و خود ایشون هم در دادگاه میگه، یعنی نقش آنچنانی درست تحریک کردن یه عده‌ای رو تخریب کردن در خرداد 42، ولی نقش تعیین کننده ای نداشتن، به ویژه حاج اسماعیل رضایی که با ایشون اعدام شد نه جاهل و لات بود و یه شخصیت خیر و متفاوتی بود، برادر نه هیچ نسبتی نداشتن، فقط همکار بودن در میدان سبزی میدان با... ولی این انشقاق ایجاد میشه در واقع طیب بعد از اینکه اون امتیازا رو میگیرن، بعد از برخوردهای شخصی که با درباریان داشت، به تدریج از دربار دور میشه و اینا دو شاخه میشن، شعبان جعفری و مجموعهش که بیشتر جاهلا و لاتای نمایشی شده بودن، نزدیک به همون رژیم میمونن، اینها هی فاصله میگیرن تا در خرداد 42 که در واقع اون اتفاق میفته و اینا نزدیکتر به روحانیت میشه. ببینید یکی از چیزهای مهمی که در دوره حکومت جمهوری اسلامی رونق گرفته بی سابقه این دسته های عزاداری، قبل از انقلاب هم بود دسته های عزاداری، مثلا دهه محرم تقریبا همه مساجد تکیه های اضافه هم میزدن، غیر از مساجد اینجا و اونجا چادر بزرگ میزدن، میگفتن تکیه ابوالفضل تکیه امام حسین فلان، میرفتن و شام میدادن سور میدادن. اینو من برای جوانترها میگم که نبودن اون موقع نمیدونن که، و بعد بیشتر هم گردانندگان چون این برنامه های لاتولوت های محل بودن و البته همیشه بالای سرشون یک آدم خیری معمولا یک ریش سفید محل خیری بود، ولی زیر دستش کسایی بودن که چاکرم مفصل میکردن، خدمت میکردن بهش و این کل مخملی های خلاصه محل همه اینا. ببینید ارتباط شما نوشتین تو کتاب که هیئت های عزاداری پیش از انقلاب شاخه ها و شاخک های فدایان اسلام و مؤتلفه شدن، توضیح بدین با نمونه خواهش. بله ببینید فدایان اسلام فلواقع بعدها حتی موقعی که به هیئت مؤتلفه تبدیل میشن از شکلی سه هیئت هیئت مؤتلفه به وجود میاد. اینها از همون ابتدا در واقع تشکل ها و اون شاخک هایی که من عرض کردم اینها هیئت ها بودن و همین دسته های سینزنی و تکایا تکیه های مختلف و واقعا پایگاه های اصلی اونها اونجا بود. خیلی از روحانیونه در واقع اونجا مثل اون فلسفی دیگران، البته بعدها شد فلسفی، ولی خود نواب و اینا مراکز تجمع اینها و در واقع میشه گفت اون شاخک های اینها به طور شاخک های تشکیلاتی و اجتماعیشون بیشتر این هیئت ها بود. هیئت ها البته دسته های سینه‌زنی سوابق طولانی در تاریخ ما دارن، میگویند از دوله آل بویه در واقع این دسته ها به نوعی بوده روز عاشورا، ولی دوره صفویه و قاجاریه خب گسترش پیدا کرد. دکتر نقلکار، آیا می شود این نتیجه رو میخوام بگیریم از این قسمت، اگر درست میگم، اگر نه که شما اصلاح بفرمایید، آیا می شود اینجوری نتیجه گرفت که اشاره ای هم شما در کتاب کردین، توضیح مفصل ندادین، اشاره کردین که این مظلومیت حسین در کربلا، این ذوالفقار علی که نشانه قدرت و جنگندگی است و مظلومیت ابوالفضل و اینجوری در واقع وفاداری و شیفتگیش به برادرش در میدان جنگ کربلا و اینها، اینا آیا خودش پایه و مایه در واقع هم لوتیگری
هم شیفتگی به قدرت، هم وفاداری به کسی که به هر حال از لحاظ عقیدتی صاحب اختیار منه، و هم در ضمن مثلا نگاه نکردن به ناموس مردم به خاطر اینکه من مثلا شیعه مرتضی علی هستم مثلا اینجوری صحبت کردن. حالا کاری نداریم به اینکه بعد به چه در چه وادی های لجنی فرو می روند بعضی ها که ما می شنویم و می بینیم دیگه، از جمله بخش از مدعاها در ایران. خواهش بود. من اشاره کردم که تشیع ویژگی هایی داره که جاذبه داره برای جاهل ها و لاتا، و همین هایی هم که شما اشاره کردید همون جاذبه هاست که من گفتم. خود جاهل ها و لاتا در تعریف خودشون 9 یا 10 خصلت رو می شمرن که یکیش حمایت از ضعیفه، یکیش در واقع به نوعی پرستش کیش شخصیت، نه کیش شخصیت بلکه پرستش ضد قهرمانه، یعنی اینها بیشتر ضد قهرمان رو هم ستایش میکنن. و این ویژگی ها رو ما در همین شخصیت های مذهبی که گفتید میبینیم، ضمن اینکه اون ویژگی های قلدرمنشی رو هم میبینیم. شما وقتی در مورد جنگ های حضرت علی وقتی دقت میکنید میبینید که چه در واقع ویژگی های محیرالعقولی رو نسبت میدن به رفتار ایشون. همین ویژگی هایی که شما اشاره کردید فی الواقع یکی از عوامل نزدیکی جاهل ها و لات ها به تشیع هست، و اینکه خودشون رو حر انقلاب لقب میدن، چون میدونید مثلا حر چه کرد و یا چقدر به ابوالفضل چقدر به سوال مشخص و کوتاه خواهش میکنم پاسخ بدین که آیا هرگز جاهلا و لاتا نقش متجددانه و ترقی خواهانه در تاریخ ایران، چون اینا حاصل در واقع اونجوری که شما توضیح میدید حاصل فئودالیسمن، حاصل عقب موندگی جامعه اینها، و در واقع در نظم قانون مدار یک جامعه نمیتونن جای داشته باشن، چون نمیتونن عمل بکنه تو خیابون وقتی قانون حاکم باشه، آیا اینا هیچ وقت نقش تجدد خواه و ترقی خواه ایفا کردن در تاریخ معاصر؟ ببینید این بستگی داره به اینکه ما چه نگاهی به جامعه و چه ارزیابی از آرایش نیروها داشته باشیم. شما اگر از یک سلطنت طلب بپرسید میگویند که بله اینها در 28 مرداد نقش مهمی داشتن برای در همین حوزه، چون اینا به خیابان آمدن و در از رژیم حمایت کردن. این بستگی داره به این برخوردی که چگونه نگاه کرده میشه به اون آرایش نیروهای سیاسی، ولی به گمان من بیشتر نقش منفی ایفا کردن تا نقش مثبت از نگاه من. منتها همونطور که عرض کردم ببینید محسن رفیق دوست برای مثال یکی از چهره های شاخص همین جاهل ها و لات هاست، با همین توضیحی که تو داده شد در 30 سال 40 سال گذشته ایران، امروز هم همچنان فعال. میگه تو حمله نیروهای حکومت شاه به فیضیه قم سال 42 دیده که ساواکی عمامه ی آخوند رو انداخته زمین لگدش میکنه. چند ماه این ساواکیه رو دنبال میکنه با چماق، تا این متن رو من میخونم براتون. بالاخره او از ماشین پیاده شد، میخواست برود خانهش، من مخفی شده بودم با چماق زدم توی سر این، افتاد و 1-7-8 چماق دیگر هم زدم تو سر و کله اینو، هلش دادم افتاد تو جوب آب و رفتم. فردای آن روز شایع شد که یک جنازه توی میدان شوش توی آبها پیدا شده، انشاءالله خدا قبول کن. ببینید امروز هم جاهلا و لات ها تو بورسن و حتی از ابزار دنیای متجدد هم استفاده میکنن، تو اینستاگرام و فیسبوک فراوون میبینینشون. اینا مثلا یاسر چنگیزی و این شمایل چنگیزی مثلا نوشته افتخارم همین که مولام امیر المومنینه، اشاره کردم این داستانه مربوط به امام اول شیعیان و امام حسین و ابوالفضل، اینا بنیاد فکری پهلوانی و مرید و مرادی بین لاتا و جاهلاست. منتها غیر از شبکه اجتماعی یا از اون بر به قول سردار سعید قاسمی غیر از کف خیابون، یعنی درگیری های خیابونی، تو مراسم مجلل هم مجلل سیاسی حکومت هم کلا مخملی ها تو بورسن. یه چند تا عکس منتشر شد خیلی ایناست، خیلی جالب بود. ببینید اینا مال ما که نبودیم تو اون همایش، همایش بزرگداشت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان اطریاس، با حضور عداد عادل نماینده مجلس، مهرداد بزرگپاش نماینده مجلس و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، دوشنبه 3 اسفند 94 در سالن جمعیت آبادگران ایران اسلامی برگزار شد.
این آبادگران هم برای این جاهل اولاد ها و اینجور مراسم یک ایهام بامزه‌ای داشت. خب ببینید یه چند تا عکس رو نشون میدیم آقای دکتر نقره‌کار. هر عکس رو دوستان بذارن ازتون خواهش میکنم که توضیحی درباره اینا بدیم تو همین چارچوبه جاهل ها و لات ها هستن. بله فلسفی واعظ با سپهبد زاهدی درباره فلسفی خواهش میکنم. بله فلسفی من تو کتابم آخوندهای جاهل و لات هم آوردم چون در میان آخوندها هم جاهل و لات بودن، نمونه غفاری، شجونی و دیگران. فلسفی شاید بشه گفت جاهل و لات نبوده ولی واقعیتش با این مجموعه خیلی نزدیکی زیادی داشته. خودش بچه چالمیدون و سید اسماعیل بوده، زبانش، رفتارش، حمایتش از جاهل ها و لات ها خیلی مشخص بوده. ولی خب همونطوری که میدونید شخصیتی ناپایداری بوده که پاندولوار بین در واقع قدرت روحانیون و همینطور رژیم در رفت آمد بوده با استفاده از جاهل ها و لاتا. فالواقع یکی از این که واعظ شعیر هم لقب گرفت، یکی از کسانی بود که خودش تجلی همین جاهلیزم و آخوندیزم در ایران هستش. خب هادی غفاری رو بفرمایید. هادی غفاری به قول ما خود جنسه. در واقع هادی غفاری یکی از آخوندهای که آخوندهایی است که ویژگی های کامل جاهل ها و لاتا رو داشت، هم زبانش و هم رفتارش و هم تجربه‌ای که ازش داشتیم. ایشون به طور مستقیم در قتل، ضرب و شتم و رفتارهای در واقع تخریبی و ارعابی و ارهابی نقش داشته و به گمان من یکی از آخوندهای جاهل و لات در جامعه ما بوده و هست. البته امروز هم اصلاح طلب شده است. آقای دکتر نقره‌کار درباره آقای هادی غفاری، حاج آقا ببینین این کاخ ثابت پاساله در تهران جردن. کاخ ثابت پاسال گفته می شود که بعد از انقلاب، بعد از اینکه افتاد به دست خلخالی، جز مصادره شده ها که مال حبیب الله ثابت بود، از بزرگترین سرمایه گذاران و سرمایه داران ایران و این بزرگترین خونه تهرانه. این کاخ بعداً میفته دست هادی غفاری برای اینکه وقتی که به قول خودشون محله بدنام جمشید و یعنی شهر نو رو میبندن، زنهایی که خانمهایی که در داخل شهر نو کار میکردن اینا رو میاره هادی غفاری توی خونه ثابت پاسال، اونجا اسکانشون میده، آب توبه میریزه رو سرشون و به قول خودشون. و بعد خب این روایت هست که از توی اینا زبده هاشونو جدا میکنن، میبرن لسه رو زندانبان زندان زنان میشن، سیاسی ها، همون اوائل انقلاب، یعنی میرسه به سال 60 ها و یه عدهشون حتی شکنجگر میشن، یعنی به اصطلاح شلاخ کش بازجو میشن و یه عدهشون هم تو خیابونا میریزن به عنوان باحجاب علیه به اصطلاح بیحجابا اسید میپاشن، کتک میزنن، فلان میکنن اینا. که حالا هم شما توضیح بفرمایید اول، بعد بریم سراغ مهمان محترم دیگر برنامه که خوشبختانه در استودیوی آلمان حضور داره. خواهش میکنم. بله ببینید این خانه و این کاخ، اگر کاخ هم گفته بشه دور نرفتیم، ابتدا خلخالی از این خانه استفاده میکنه و بسیاری از قاچاقچیان رو به این خانه میبره، یعنی میخواد و اونجا حتی محاکمه میکنه. و بعدم هادی غفاری، همون نکاتی که شما گفتید، هادی غفاری در واقع از اون زنان استفاده میکنه. هادی غفاری جدا از گروه زنانی که در واقع زهرا خانوم یا خانوم زهرا یعقوبی و دیگران و دیگر زنان شکل داده بودن، خود هادی غفاری اصلا یک گروه زنان داشته در همون مسجد الهادی که همون رفتار زهرا خانوم و اطرافیان اونو داشتن. همون موقع هم گفته میشد که بسیاری از این زنانی که دوربر اون گروه هادی غفاری هستن، زنان تن فروشی هستن که هادی غفاری در واقع ازشون استفاده میکنه. بعد تطبیقیت میشد، اسناد زیادی هست، از خاطراتی هست
که اینو تایید بکنه. آقای امیرفرشاد ابراهیمی درود بر شما، در آلمان در خدمتتون هستم. آقای ابراهیمی، شما بفرمایید در این باره چقدر اطلاعات دارید؟ سلام خدمتتون. من خدمت شما عرض کنم، همونطور که شما گفتی فکر کنم یه اشتباه زمانی به وجود اومد تو صحبت آقای نقره‌کار. ابتدا اون ساختمون دست آقای قفاری بود، اصلا روال تخریب شهر نو، بعد با مبارزه و مواد مخدر هم ببینین بعد دست آقای خلخالی میفته اون ساختمون. من اشتباه کردم. خب به زهره خانم اشاره کرد. نه نه شما درست گفتید، فکر کنم آقای نقره‌کار اشتباه کردن ترتیب زمانی. بله خب زهره خانومی که گفتید، من احساس میکنم واقعا به شدت جای خالی ماشاءالله قصاب و اسمال تیغ زن هم در دهه 60 دیده میشه، که خب ماشاءالله قصاب کسی بوده که باز خوش باند و گنگی داشته، اولین کسی بوده که به سفارت آمریکا و همچنین سفارت شوروی هم حمله میکنه و اصلا ادعای مبارز و چاله میدون بودن داره از همین گروه های خیابانی. بعد از اون اسمال تیغ زن رو میبینیم. اسمال تیغ زن هم یکی از همین افراد بوده، افراد باجگیر و لاتولوت و اینها بوده. منتهای مراتب تو دهه 60 حالا روند انقلابی گری باب روز بوده و خیلی از این افراد وارد جریان‌های انقلابی شدند و ادامه پیدا کرد حضورشون. شما همین اسمال تیغ زن رو که از باجگیرای خدمت شما عرض کنم دروازه قار و خیابان قزوین بوده میبینید که میشه فرمانده کمیته، مسئول گروه ضربت دو کمیته انقلاب اسلامی میشه. آیت الله ایروانی که از برجد مراجع اون منطقه بوده کمیته رو به ایشون میسپاره، مصادره اموال سلطنت طلبها و افراد وابسته به نظام رو به کسی همین اسمال تیغ زن میسپاره. آقای ابراهیمی، تو این دو سه دقیقه باقی مانده خواهش میکنم توضیح فرمایید که الان حکومت چه استفاده ای میکنه از اینجور افراد، مخصوصا با این فیلمی که پخش شد در بهمن سال گذشته که دو بار حداقل حمله کردن اینها که چماغدارا به عنوان مامورای شهرداری منطقه دو تهران حمله میکنن به دستفروشا. چه جوری الان داره سازماندهی میکنه حکومت اینا رو؟ خواهش میکنم. ببینید ما دو تا مرحله داشتیم که اراذل و اوباش محورش بودن. دهه 70 حاکمیت اومد یه حرکتای انجام داد، آفتاب این داغ گردن اینها و با اینها برخورد کرد که یک الغایی بکنه که امنیت هست و یک جو ترس عمومی رو در جامعه حاکم بکنه. دهه 80 و همینچنین دهه‌ای که الان درش هستیم حکومت اومده اینها رو به کار گرفته، عملا به اینها سرویس میده و سرویس میگیره. همونطور که خودتون هم گفتید حضور اینها در خیلی از مراسم ها، ما این کلاه مخملی ها رو میبینیم، این اراذل اوباش رو میبینیم، حتی خیلی از اینها ادعا این روزها الان خب باب شده، مدافع حرم بودن باب شده. خیلی از اینها کسانی هستن که خودشون رو مدافع حرم میدونن، بلند میشن میرن سوریه مبارزه میکنن و بخش دیگه ایشون، بخش خیلی کثیری از اینها رو، حالا به طور مشخص نمیشه گفتش که این کار کار شخص آقای قالیبافه، ولی اینها اومدن سازماندهی شدن در همین طرح انضباط شهری، انضباط اجتماعی که شهرداری تهران به عنوان مبارزه با سد معبر راه انداخته. اینا همشون کسانی هستن که شناسنامه دار هستن، یعنی اراذل و اوباش باجگیرایی هستن که حتی پیشتر با اینها مبارزه میشده، اینها سابقه بازداشتی دارن ولی امروز میبینیم که در بدنه حکومت هستن. اصلی ترین و روشن ترین بیانیه که ما میتونیم واسه این حرف داشته باشیم همون آخرین سخنان سردار همدانیه که در سال 88 اشاره کرد که ما خیلی از اینها شناسایی کردیم، به اینها آموزش‌های نظامی دادیم، تسلیحشون کردیم و به خیابون‌ها ریختیمشون. حالا حضور اینها فقط دیگه حضور راهپیمایی و اینها نیست، نه، اینها اومدن در بدنه اجرایی بخش‌هایی از کشور مثل شهرداری تهران، مثل سپاه یکم محمد رسول الله در تهران، اینا حضور دارن، یعنی حکومت داره از اینها استفاده میکنه. اینها نیروهای عقیدتی نیستن که بگیم به خاطر اعتقادشون میاد، خیلی ها اینها به خاطر عشق موتور سنگین، موتور تریل سوار شدن یا اینکه در خیابونها علم کشی کنن. پاتوقهای اینها رو همه رو شناسایی کردن، همون پاتوقها امروز تبدیل شده به تکیه. دخمه هایی که در شهر ری، در تهران، در خیابون 17 شهریور، در محلات جنوب و شرق تهران ما به کرات میبینیم، اینها چیزایی نیست که اتفاقی باشه. وقت خیلی کمه، ما نمیتونیم به همش اشاره کنیم، ولی حکومت از اینها استفاده میکنه، سرویس هایی هم به اینها میده، مثلا همین که گفتم خدمتتون، به اینها مجوز میده مثلا موتور 4 سیلندر سوار شن، ولی در ازاش از اینها در راه به ماهی استفاده میکنه. بسیار سپاسگزارم آقای امیرفرشاد ابراهیمی، آقای دکتر نقره‌کار عزیز. تشکر.